سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز خیلی رسمی براتون یه دونه اپیزود داریم راجع به مدرسه و روی خط یکی از برای رو داریم از اتریش یه آقای 16 ساله که میخوام خودشو معرفی کنه بچه با شاشن و راجع به مدرسه میخوام صحبت کنیم من رات میتونم تقریبا آه... یه تقریبا دسامبر 2019 واسه کریسمس اومدم پنج روز آخر بود آره الان سه سال و دو سه ماه این طور است که الان تو اتریش خب اول بگو میدم تو اتریش مدرسه باید به زبون آلمانی باشه یا چه زبونی زبونه؟ آره آره به بزب... آره آره زبون, آلمانی تا یک سال خود مدرسه واسد کورس میذاره که بتونی زبان رو یاد بگیری. الان آره شما تو یه سال چقدر یاد گرفتی؟ چقدر احساس راحتی میکنی؟ خب اولش خودم اصلا نمیخوندم تو یه سال یاد گرفتم بعد مشکل این بود وقتی یاد میگرفتی بعد مثلا میرفتی داخل کلاس بعد اونجا مثلا یه لول دیگه دوباره شروع کردی خود به خود یاد گرفتم یعنی <applause> فکر میکنی بلدی ولی وقتی میرفتی اونجا میگیری می که نه یارم چیز جدید باید یاد میگیری آره خب کلا اوتیش چطوره یه خور خب بسامون توضیح بده من تا حالا اوتیش نبودم یه جای کوچولوئه اتریش آره اتریش تقریبا یه کپی پیست کوچی که همون آلمانه یعنی تقریبا آلمان کپی خب پس شاید الان از آلمان بهتر باشه نه چون آلمانی خود قاطی شده زیادی ولی اتریش هنوز یه کوچیک مونده باشه یا نه تا, جای... تا جایی تا که خودم فهمیدم آلمان جای بهتریه برای پیشرفت اتریش جای بهتریه برای پول در آوردن یعنی راحت‌تر می‌تونی پول در بیاری فرقشون اینه و من به نظر من مدرسه خوبه ولی مثلا تا لولی که مثلا تو رو یه خورده به نشون بده دونه در چه وضعی و این یعنی به نظر من بعد از های اسکول بعد از دبیرستان دیگه هیچ احتیاجی به مدرسه من نمیبینم از دانشگاه یه جای پول حروم کردن وقت تلف کردن و باعث میشه که از نگید عقب بیفتی حالا اینو توضیح میدم انرژی که یه بچه 18 ساله تا 25 ساله داره مثل چیز میمونه مثل تورنیدو میمونه گردباد میمونه بچه وقتی که تو اون سنو هستش نمیدونی چه انرژی داری بعد به نظر من 18 تا 25 اون 7 سال اندازه ای مثلا 20 سال میتونی تو اون کار کنی توی اون 7 سال اگه اون 7 سال تو بذاری پشت کار انگار 40 ساله شدی ولی اگر اونو انرژی رو درس بخونی یا 25 جای بیرون 25 تا 30 انرژی یه ها نصف میشه شاید هم کمتر پس تکنیک 10 سال داری با نالج ولی میایی توش که حرفیه که ایشون میزنه که در واقع میگه آقا امکانش هست با این میکس کردن این دوتا به بیشتریت برسی که خیلی هم درسته چرا چون تو به راجع بیزنس باید آیدیای بیزنسی داشته باشی تو باید مثلا مغز بیزنسی داشته باشی من وقتی بچه بودم اونم مدرسه دوستام از سانه یه گاز زدم بعد گفتن که وای چقدر این خوشمزه است مگه چیکا میکنه مامانت بعد رفتم به مامانشون گفتم مامانشون نتوسون درست کنه من گفتم اوه پس من یه چیزی دارم که اینا ندارن اونم به خونه گفتم مامان میشه تو صبح که برای مساج درست میکنه به جای یه دونه تا درست کنی گفت چرا گفتم چون میخوام بفروشم بچه ها خیلی دوست دارم گفت اوکی اون حال من دیگه چهار تا درست میکرد ولی یه آدم دیگه تو پوزیشن من بود این کار نمیکرد اگر اون آدمی هستی که ساندویچ مامان تو میفروشی یعنی نه که میفروشی یعنی عقلت میرسه که این کارو بکنی یعنی اگه نکنی مهم نیست اینی که عقلت میرسه مهمه عقلت میرسه به این چیزا میتونی خود یه بری توی کار و توی اون انرژی رو استفاده کنی خیلی میتونی گنده بشی ولی اگه به چیزا نمیرسه باید بریسی یاد بگیری که توی اون زمینه بری جلو مثل ویدیو پارسا که اگه نگاه کرده باشین خب پارسا اومده رفته کار کردی از کار به جای نمیرسه میشه رئیس مغازه به هیچی نمیرسه رفت درس خون الان داره عشق زندگیشو میکنه هر روزم میتونه قوی تر بشه. آره خواستم میگم اخبار اینا همه فقط ببین نگاه کن فوکس رو خبر بده. یعنی هیچ وقت آدما کار خوب دوست دارن به هم شیر کنن. از اون ور یه پیدا میکنه که میدونه خوبه، میخواد برای خودش فقط نگه چون ارزش میبینه توش. مثلا اینکه مثلا پول پیدا کنه رو زمین. اگه پول رو زمین پیدا کنه نمیدونه به دوستت بگی میخواد نصفشو بگیری. من کارو زمین پیدا کردم. 50 دلار بود. اگه 25 دلار بود من همینقدر خوشحال هم میشم که 50 دلار پیدا کردم. مثلا بیا دفتمون خوشحال شیم. این کار نمیکنی دیگه. یه وقتی میری ویدیو یاد میگیری دو ماه وقتی من داشتم میذارم تو داشتی از اول آقای ادیتور هر چی فوشونت در بیار چون برادرمون 16 سال است نمیخوام تو این ویدیو اصلا فوش باشه نه 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 مشکل نداره بابا من تو فقط میبینم میگه این خیلی باحال می اتفاقا بهش گفتم میخوام با سوال اقتصادی حرف بزنم گفت بهش بگو اگه شد منم باهات صحبت کنم دی... بابا با امین تصمیم بگیری ما من تو این ویدیو بگم به داستان چیز ما شروع کردیم برای بیزنس کانسالتیشن یعنی صحبت های بیزنسی های کسی مثلا میخواد خارج از کشور بیزنسی را بندازه فکری داره و اینا خب من تا حالا مثلا شاید سی چهل تا کمپانی متفاوت داشتم خب از مثلا وارد کردن می‌دونم خاویار از ایران کار کردم تا جوراب از ترکیه تا سطل آشغال از چین تا مثلا آواکادو از کلمبیا تا نمیدونم انقدر کار متفاوت انجام مثلا عروسی مثلا من مینداختم میدونی این وسایل عروسی رو جا نمیدادم یه کاری کردم که اصلا نتی باور کنی مثلا این خیلی جاهای متفاوت من اطلاع دارم و اتفاقی که افتاد خیلی ریکوست شروع کردن گرفتن که, که مردم کمک میخواستن آقا من خواهم یه بیزنس بزنم کمک بده کنم بعد خب منم سعی کردم کمک کنم تا جایی که میتوسم بعد دیدن خب مثلا علاقی فقط یارو مثلا تو تخش به چیزی فکر کرده گفته و اینا ما به خاطر اینکه اینا رو تمیز کنیم یه دونه فی گذاشتیم از این به بعد که روی اینستاگرام هم گذاشتم کسی میخواد بره ببینه چقدر میگیریم برای هر سشنی یه پولی میگیریم وصل میشیم یک به یک میتونیم راجع بیزنس صحبت کنیم هر جای دنیا باشه کار میکنه چون فرقی نداره چون بیزنس بیزنسه خالصی جایی که بگم راجع مدرسه یارو بود ثابت میکرد مدرسه بده بعد میگفت نه کن من سال 2004 میام نه میگو از سال 2000 میام تا سال 2020 میگو فرض کن سال 2000 تو میخوای به دانشگاه سال 2000 داغترین چیز توی دنیا ای بی بود ای بی همه چی همه چی راجبه ای بی بود خب تو میای میگی اصلا فرض کنم یه دانشگاه وجود داره که ای بی درس میده تو میری توش راجبه کامپیوتر میخونی یا ای بی یا اینترنت و اینا چهار سال میای بیرون 2004 که اومدی بیرون دیگه ایبی مهم نبود چون آردی انقدر زیاد شده بود و میلیونها نفر توش بودن دیگه اصلا خصوصی وارچی ام، امکان پذیر نبود ولی سال 2000 می اومدی هم بودی الان یه چیزی شده بودی سال 2004 چی مهم بود فیسبوک فیسبوک اصلا همه دنیا جو فیسبوک بود خیلی خوب پس تو الان ایبی خوندی اومدی در جو فیسبوک فیسبوک هیچ چی بد نیستی پس باید همه چی خود یاد بگیری دیگه بعد چهار قبل به هیچ چیز نمیخوره حالا فرض سال 2004 میافتیم مدرسه همه چی فیسبوکه دو تا جای به مرتبه 2008 میای بیرون 2008 دیگه فیسبوک مهم نبود چی مهم بود اپ اپ استور اپل, اپل بعد 2008 تو 2008 می‌رفتی مدرسه که 2012 دو بیا بیرون اپ بنویسی دیگه آلی 2000 یک بیلیون اپ بیرون بود و دو 2012 یک بیلیون یعنی از هر هفت نفر یه دونه اپ واسش نوشته شده بود بعد 2012 اگه به دانشگاه با... اومدی بیرون چی مهم بود اینستاگرام بود بعد 2016 چی بود مثلا چه میدونم تسلا بود بعد 2020 بود اسپیس اه... اکس بود بعد تیک تاک بود این انقدر این... پی... تکنولوژی فست شده ده. تو هر 4 سال به 4 سال داره یه قول عوض میشه قبلا یه کمپانی نفت میومد 45 سال هر کی تو نفت بود پول در آورد واسه همین تو تو ایران که ما بچه بودیم همه میخواستن چیز بشن آرکیتکت بشن همه میخواستن خونه بسازن تا اگه نقشه کش بودی پول تو رونا بود میومد یه نقشه میکشیدی میلیون میلیون پول می‌گرفتی. الان یه مثلا دوستایی دارم که از ایران همین ایده خوب بزرگ شدیم میگه رفتن خارج درس خوندن اومده الان کانادا مثلا رفتن به ساعتی میگن حقوق بدیم ساعتی 15 دلار همبرگر بریم مک‌دونالد برگردونی بهت 15 دلار بهت میده بعد بهت میده دندون پزشکی هم بهت مثلا میده اون یارو چون شخصیه به انم نمیده واسه همین خیلی جالب بود این حرف, من، حرف یارو واسه من که میگه آقا اگه تو بخوای بری درسم بخونی که بخوای با درست موفق ترین بشی موفق ترین ها که تو این چیزا بودن و تو این چیزا تو از درس میتونی موفق بشی واسه همین تو درس میتونی موفق ملو بشی که همینی که دوستمون میگه هشت بلند شی به سر کاره شیش به خونه زندگی سالم داشته باشی بعد از ده سالم برسی به یه فراری هم داشت میتونی بخری ولی ده, ده از... سال که نه با پول بانک هیچ کس بعد ده سال نرسید به اون فراری نه بانک مشکل آره. اینه آخر عمرش طرف دیگه داره میمیره لب گوره رسیده به این بی ام وی من آرزوم یه روز یه مازارتی بخرم داری که آرزوم برابردش <applause> نه خدای آقا حالا بدیدم به عد کنم که گفتیم من خودم واقعا آرزوم بود یه ماشین مثلا خوب بگیرم که با حال خفن باشه وقتی گرفتم این اول بذار بگم یه بارشم میرفتم یه جایی یه خیابونیه که خب بغل خونم خیلی توش زیاد میری وایستاده بودم یه یارو اومد بغلم دقیقا هم ماشینش رنگ ماشین مازارتی خودم هم بود یه مازارتی بود عین ماشین من بود در واقع که الان دارم بعد دستشم یه دونه رولکس بود روز آفتابی عینکش زده بود اینجوری نشسته بود داشت موزیکش گوش میداد من نگاش کردم گفتم نگاه کن خوش به حالش یعنی الان چقدر این آدم باید مثلا صبح که بلند میشه خوشحال باشه که اینه بلند میشه رولکسشو رو میندازه میشینه تو مازارتیش داره میره تو روز آفتابی عشق بعد چهار سال بیا جلو چهار سال بعد من خودم تو همون کوچه هم توی مازاراتی با عینک با, ساعت رولکس بعد دارم راجب یه پولی که بعد به یه جای بدم توی یک خونه ها یک خونه سقفش خراب شده دادن که نه سقفش آسانسورش میخوان عوض کنن یه میلیون و صد هزار دلار خرجشه بین ساختمان ها خ... تق... تقسیم میشه من چون خونه اونجا خیلی بزرگه دو تا ساختمان حساب میشه برای من باید دو برابر بقیه پول بدم همه باید مثلا 16 هزار دلار پول بدم من باید 32 هزار دلار پول بدم بعد صبح این خبر اومده که باید پول من هم هم پول رو بدیم من الان پول ندارم بدم بعد داشتم مثلا شاکی بودم که مثلا فلان تو این زندگی و چرا اصلا خ... چرا اون سقف توخ می‌رسن چرا رفتیم می خونه رو گرفتیم کاش اون وریا می‌گرفتیم من تو این بحثا واسه بحث خودم بودم بعد بقیش 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 هم یه برگشتن بغل کردن میگم یه پسر جوون داره منو با حسرت نگاه میکنه گفتم هولی شون من خودم اون بودم چهار سال پیش فهمیدم این یارو تایید دنیا رو شده من الان کاش جای اون بودم اون خیلی راحت تر بود نه نه با این دیم من نه با این همین وقتی که بهش رسیدم هیچ چیز خاصی نیست هیچی فقط در روز باحاله در روز مردم هی میری بیرون میگی یکی من نگاه کنه یکی من نگاه کنه چه کسی من نگاه نمیکنه بعد از ده روز به جون مامانم میگه نگاه میشه بعد گفتم چرا من داره نگاه میکنه خودم تو آینه نگاه کردم مثلا چیزی رو صورتم دیدم نه گفتم شاید مثلا آشنا آشنای آشنا بعد فکر پنه اوه چون سوار مازارتی هم داره یارو من نگاه میکنه همون یادم رفته بود برای همین خیلی جالبه تا توش نیستی فکر میکنی خبریه وقتی توشی هیچی نیست یه نفر خیلی حرف قشنگی زد گفت این راهی که به تو رو به موفقیت میرسونه خوشحال کننده است نه مقصد برای این خیلی جالبه واسه همین میگم اگر زندگی تو درست پلان بکنی مخصوصا تو سن تو تو که الان جوونی اولین کاری که باید بکنی برو فیگرات باید بکنی که تو چه سنی میتونی شروع کنی استاک خریدن الان باید یه استاک کم باز کنی به اسم بابات شروع کنی توش پول گذاشتن ماهی نه ماهی هفته هر چقدر دلت میخواد باید بذاری ولی باید یه مینیموم بذاری باید بگیم مینیموم سی یورو من هفته سی یورو میذارم تو این حسابه اگه هفته خوبی بود بابام بهم به ایدی داد نمیدونم توپ قلقلی داد نمیدونم رفتم کازینو با دوستان بردم نمیدونم مامان بزرگم برام پول فرستا روز زمین پول پیدا کردم شرط بندی کردم دوستم اومد بهم گفت ادیت بهم یاد بده گفتم 200 یورو بهم بده شور داشته باشی که بفهم که هفته پیش این 200 رو نداشی از این یه پولی بگی به اضافه رو 25 بذار روی این حسابه ظرف 20 سال اون حساب میرسه به نزدیک یک میلیون دلار بعد از اون یک کنی میلیون کن. نه نمیخوای چیکار بکنی اون 1.5 میلیون یورو به قد ماهی 5000 یورو پول میده. بهش این تا آخر عمرت با 500 یورو زندگی کن. اون 1.5 هم داره میره بالا. بعد از 7 سال میشه 3 میلیون. بعد از 7 سال میشه 6 میلیون. بعد اون 500 دلار هم داره میره بالا. یعنی همینج با تورم اونت هم میره بالا. بعد چند سال خرج خونه‌ات شده دلار. الان داری 10000 دلار میگیری. واس همین میره بالا. بعد یه پول گنده تو بانک داری 6 میلیون دلار. میتونی بری نسبت به اون پول پول قرض کنی میری به بانک میگی آقا من 6 میلیون اینجا دارم اینو قرض میدانم بهم 6 میلیون قرض بده میگه اوکی شش اون 6 میلیون میری برو باش کار میکنی یا میذاری جیبت میخوری از این ده دو تا که داره پول میاد بهره اونو میدی این 6 میلیون رو اضافه میکنی رو اون پوله مثلا اون 6 میلیون میشه 12 میلیون بعد ده دلار میشه 20 هزار دلار ماهی یه شبه خودت کاری نکردی واسه اگه باهوش باشی خرده. نه خیلی تا ویدیو منو یاد میگیری خبری نی چرا چون یه چیزی شیزو... میتونم بگم بعد از این آره چون وقت مهمترین کار داستانه نه اطلاعات و تو الان تو 16 بهترین جایی که میتونی باشی